جناب آقای تقوی، خواهش میکنم خودتون رو معرفی بفرمایید. سلام میکنم اول خدمت شما. برنامه پرشین وارس در مورد فیلم دختر فراری، هنرمندانی که در این فیلم شرکت کردن، خوش آمد میگم و از شما میخوام که یه معرفی از خودتون داشته باشید. زنده باشید. مرسی. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان دیگه که همه از خوبان و فقط کوچیکشون اینجا منم، یعنی در واقع بکنم کوچیکترین عنصر توی این کار منم. حالا اینم که میگم یه دلیل داره به خاطر اینکه اینکه من دو تا هورا توی این کار گفتم. هورا هورا این کل صدای من توی این کار بودش. ولی خب به خاطر اینکه باهای مهراب بگی، البته تشکر خیلی زیادی دارم از ایشون که این فرصت رو برای همه بچه‌های دفتر فراهم کردن، برای همه بچه‌های استودیو شکاوا فراهم کردن که توی یک اثر ماندگار توی حالا تاریخ سینما حداقل به نوعی باز دوبله این کار. همه ما سعیم بودیم. مرسی از ایشون و اینکه خب برای من افتخاری بین شما بودن، بین دوستای بزرگی مثل شما بودن. خیلی از دوستان رو من تا الان فقط اسمشون رو شنیده بودم، مثلا تصویرشون ندیده بودم. و احمد کاظمی که همیشه ذکر خیرشون توی استودیو هست، خانم نژاده و دوستان دیگه ای که حالا کم و بیش با هم آشنایی داریم. من یه چیزی بگم خدمتتون در مورد دوبله. بحثی شد که حالا یه ذره دوبله شاید همیشه یه قوری میزنن که ضعیف شده یه چیزی در آینده، در یعنی حال حاضر نسبت به گذشته. ببینید یه مسئله در مورد دوبله، من اگه دارم در مورد دوبله اظهار نظر میکنم، یه مخاطب عادی دوبله هستم، یعنی یه آدم خیلی هیچ عرضم موضوعتون که پیشینه ای از دوبله ندارم. کارم تدوینه و تصویر، اصلا به دوبله ارتباطی ندارم. و خودم به عنوان یه فن دوبله، زمانی که من بچه بودم یه مجموعه پخش می‌شد از تلویزیون تابستون‌ها به اسم تماشاخانه. به اسم تماشاخانه پخش می‌شد که انیمیشن‌های معروف دنیا رو دوبله می‌کرد. و خب کار اصلی رو استودیو گلوری داشت انجام می‌داد اون زمان. وقتی اول فیلم میگفتن که اول فیلم صدای مهداد رئیسی بود، میگفت تقدیم به همه بچهای خوب ایران یا تقدیم به همه فارسی زبانان جهان، اصلا یه حسی توی آدم انگار منقلب میشد، انگار که داره یه استاد خیلی بزرگی داره میاد بهت یه درس خیلی گنده ای رو یاد بده. بله. الان حالا یه اتفاقی که افتاده اینه که حالا نمیدونم به خاطر مسائل مالی یا به خاطر مسائل اقتصادی یا حالا هر چیزی که هستش، یه سری خب میدونم که یه سری از فیلم‌ها الان فقط دانلود میشن و دوبله میشن توی ایران، یعنی فیلم خریداری نمیشه با لاین‌های جدا که افکت‌های صوتی و اینا قاطی کار بشه. کیفیت دوبله الان یه مقداری اومده، یه مقداری که یه مقدار خیلی زیادی اومده پایین، در این حد که من واقعا ترجیح میدم که خودم فیلم دوبله رو نگاه نکنم، به خاطر اینکه میگم خیلی از فیلم‌ها الان به صورت خونگی دارن دوبله میشن. قبلا تو استودیوها بوده، صدا پیشه های مطرح بودن، ولی الان خب خیلی کیفیت دوبله، حالا نمیدونم چی بوده دلیلش، دوستان بالاخره در جریان هستن، کیفیت دوبله یه مقدار الان اومده پایین. این یه دلیلیه که دوبله شاید الان زیاد طرفدار نداشته باشه. و یه دلیل دیگه‌ش هم صرفا توی ایران این اتفاق میفته، به خاطر سانسور فیلمای دوبله است که فیلمایی رو که دوبله دارن میکنن خب سانسور شده است و خیلی از ماها دوست نداریم که قسمتی از فیلم بریده بشه به ترجیح فرد دیگری به اسم بازبین. و به همین دلیل امکان داره که خیلی از دیدن فیلم دوبله الان اجتناب کنن. ولی یادم میاد زمانی رو که واقعا ما با دوبله ها عشق میکردیم. من خاطره من به خاطر اختزای سنم، خیلی هم سنم کم نیست، ولی خب اون زمان ها رو بیش وقتی اسم دوبله میاد اون زمان توی ذهن من پیل میشه که برمیگرده به اون تماشاخانه شبکه 5 بود نشون میداد و مهرداد رئیسی و گلوری و اون دوبله های عظیمی که میزدن برای تمام شعرهای داخل انیمیشن ها، شعر دوباره مینوشتن و دوباره میخوندن، آهنگ تنظیم میکردن، یعنی کارهای خیلی خیلی قشنگی که دوبله اون زمان انجام میشد که الان حداقل کمتر شاهدش هستیم. اتفاقی افتاده بود به اسم روز دوبله که های مهراب بیگی در واقع اصل تلاش این قضیه، حالا به صورت تیمی بود ولی خب بنیانگذار این تیم های مهراب بیگی بودن. بله. و روز 25 اردیبهشت رو بنا به روایت تاریخی انتخاب شد برای روز دوبله که خیلی جالب بود برای من، مصادف شد با روز بزرگداشت فردوسی.
بله فردوس، آره فردوسی که توی کتابش داره میگه بسی رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. توی همین روز ما روز دوبله رو داریم، جایی که زبان سینما به زبان فارسی عوض میشه و این به نظرم خیلی، حالا یه سری از دوستان کم لطفی کردم، به نظرم باید استقبال میشه، استقبال که البته شد، استقبال خیلی خیلی بیشتر و گسترده تری ما انتظارش رو داشتیم از طریق از دوستانی که شاید حالا بتونیم بگیم پیشکسوت، حتی نمیدونم مخالفت هایی بود و ولی به نظرم قشنگیش به این بود که روز دوبله با 25 اردیبهشت که روز فردوسی هم هستش که زبان فارسی رو همه به فردوسی میشناسیم یکی شده بود، اتفاقا خیلی حالا نمیدونم برای این برنامه ریزی شده بود قبلا تو چکاوا یا نشده بود زیاد در جریانش نیستم، ولی خیلی اتفاق قشنگی بود و امیدوارم که 25 اردیبهشت توی تقویم سال دیگه یعنی 1401 ثبت شده باشه کنار اسم فردوسی روز دوبله و تلاشای استدیوی چکاوا، مجموعه چکاوا و حالا دوستان بزرگتر پیشکسوت‌های دوبله توی این زمینه اثر بخش باشه. مرسی، ممنونم هستم بذارم از صحبتی که فرمودین، امیدوارم که شما رو باز هم در پرشین اواردز و مرسی از آقای مهراب بیگی و تمام بچه های چکاوا. خواهش میکنم، مرسی.